روزنامه آرمان از باند روحانی در شماره امروز خودش تیت زد: ادامه حادثه فیضیه در تهران، تهدید رئیس جمهور و یادآوری استخر. این اشاره به اظهارات یکی از مداحان معروف ولایت به نام حاج منصور عرضی که در مراسمی همون تهدید قم رو با لحن اهانت‌آمیزتری تکرار کرد. تازه صحبت کرد. اینا آخرشون همینه. اینا آخرشون. چنانچه آخر بودم تو استخ بود. این آقام تو استخ خواهد بود. اینا که خیانت میکنن یه چوری میبینن میمیرن که دوست دوشن کافر و مؤمن حیلی میشه. این چه چکار میکردی؟ چه تو توباله گفته بود؟ حالا سر کن. روزنامه آرمان در همین رابطه نوشت: باید اذعان داشت، تفکری در پشت پرده این تجمعات وجود دارد. همان گونه که از قبل سخنران دعوت کردند، بنابراین میتوان ادعا داشت که از قبل هم برنامه ریزی صورت گرفته و شعارها و پلاکاردها هم آماده شده بود. عباس عبدی از مهره های باند اصلاح طلب نیز در سرمقاله روزنامه اعتماد امروز با عنوان نعل وارون زدن تندروها به تبعیضی که در رژیم جریان داره اشاره کرد و نوشت: تبعیض یعنی این که یک نفر سخن نادرست و حتی مجرمانهی بزند به 10 سال زندان محکوم شود، ولی گروه دیگر به طور ضمنی مسئولیت یک قتل را بپذیرند و دیگری را تهدید به قتل کنند ولی هیچ کس مورد سوال واقع نشود. یکی در فیضیه هر برنامه‌ای بخواهد راه بیاندازد و دیگری در تهران خیلی مدنی رفتار کند ولی فوری بازداشت شود.